موسا برزین حقوقدان از آنکارا با ما همراه میشه. آقای برزین، روز وکلا در حالی داره از راه میرسه که میدونیم چه تعدادی از وکلا زندانیان به خاطر اینکه فقط کارشون رو انجام دادن. بعد خب من تبریک میگم این روز رو به همکاران شریفی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن و خب خیلی هاشون هم با مشکلات زیادی مواجه میشن. ببینید وقتی که انقلاب سال 57 شکل گرفت، در همون روزهای اولش آقای خمینی گفت که مجرمی منظورش اینهایی بود که مخالف جمهوری اسلامی هستن، احتیاج به وکیل ندارن. آقای خلخالی گفتش یه وکیل میاد در دادگاه وقت دادگاه رو میگیره، از حوصله مردم خارجه. آقای بهشتی اظهاراتی داشت علیه وکلا. در همون اوایل کانون وکلا بسته شد، یه سرپرستی قوه قضایی اونجا انتخاب کرد که 18 سال بدون انتخابات توسط قوه قضایی اداره شد کانون. و بعدها خب به هر حال پروانه 152 وکیل ابطال شد. هر قانونی که تصویب شد در مورد وکیل یک ضربه‌ای بود به مسئله استقلال وکلا. خب آقایون اعتقاد چندانی نداشتن به نهاد وکالت، میگفتن که خب در صدر اسلام هم وکیل نبود که بیاد در محاکم شرعی به اصطلاح دفاع کنه. خب این نوع نگاه تا حالا هم ادامه پیدا کرد. به هر حال وکلایی که وارد پرونده‌های سیاسی و امنیتی شدند با غضب حکومت مواجه شدند، به طوری که عده‌ایشون پروانه‌شون باطل شد، عده‌ای مجبور به ترک ایران شدند و عده زیادی هم تحت محاکمه قرار گرفتند و راهی زندان شدند. ببینید فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اومدن وارد پرونده‌های امنیتی و سیاسی شدند و وکالت کردند. خب این ذاتاً وظیفه یک وکیل هستش که بیاد وکالت کنه. چطور؟ خب وکلایی که وارد پرونده‌هایی مثل قتل و تجاوز و قاچاق مواد مخدر میشن، هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه. خب اینجا این سوال پیش میاد، چرا باید یه وکیلی که رفته از یه جوان معترضی که در خیابون فقط خواسته اعتراض خودش رو بیان کنه، باید با این همه مشکلات مواجه بشه، چند سال در زندان بمونه و یا پروانش باطل بشه؟ به هر حال در وضعیت فعلی، حالا مسئله جشن و اینها به یک طرف، به هر حال مسئله وکالت به نحوی نیست که در ایران الان به اصطلاح منتظر جشن باشه. آقای برزین، مشخصا در جریان اعتراضات سراسری اعتراضات اخیر، این مسائلی که شما گفتین خیلی بیشتر هم به چشم اومد در پرونده کسانی که اعدام شدن، معترضانی که اعدام شدن، معترضان بازداشتی، به وفور اینو دیدیم. به نظر میرسه حکومت به مرور حساسیتش به وکلایی که پرونده های معترضین رو بگیرن بیشتر هم شد. بله ببینید قبلا هم بود، اما این دفعه در این اعتراضات اخیر خب کلا رفتار حکومت هم متفاوت بود. ببینید آقایون علاقه ای ندارن به اینکه یک نفر بیاد در دادگاه اولا گوشزد کنه قوانین رو، دوما اینکه بعدن بیاد موضوع رو رسانه‌ای کنه و به اطلاع عموم برسونه. حضرات وکیل رو یک عنصر نامطلوبی در دادرسی میدونن که مزاحم اقدامات و رفتارهای خلاف قانون خودشون هست. خب به هر حال اینها میخوان که یه فضای ایجاد کنن، یک محکمه های صحرایی باشه که دور از نظارت مردم، در دادگاه های انقلاب هر کسی رو که میخوان به هر نحوی بیان به مجازات تا محکوم کنند. خب ببینید در محاکماتی که در مورد اعتراضات اخیر بود، برخی از وکلا رو راه نمیدادن، وکالتشون رو قبول نمیکردن. این برخلاف نص صریح قوانینی هست که خود حکومت تصویب کرده. بعضی در چنین شرایطی هم حکومت یه سری وکلای نزدیک به خودش رو هم تربیت
تربیت کرد در طی سالها که میان مثلا در دادگاه میگن بله مجرمه و باید طبق قانون باش برخورد بشه، در جریان اعتراضات و به خصوص در مورد اعدام شده های اخیر این رو هم دیدیم. بله بله، ببینید خب اولا اومدن یه نهاد موازی به نام مرکز مشاوران ایجاد کردن که رئیسش به هر حال مرز چاپلوسی رو جابجا کرد، گفت ما اعدام حق این افراد معترض هستش. خب در طول این سالها آمدن وکلایی رو به خودشون وابسته کردن و از خودشون وارد نهاد وکالت کردن که متاسفانه تعداد اینها هم کم نیست. خب میرن در محاکم در قالب وکیل تسخیری تحمیل میشن به معترضین و در دادگاه علیه موکلین خودشون میان صحبت میکنن. خب یک وکیل باید اونجا دفاع حقوقی کنه، نه اینکه بره به یه موکل من جوان بوده جاهل و نادان بوده شامل رفعت اسلامی کنید. خب این که دفاع حقوقی محسوب نمیشه. به هر حال آقایون به دنبال این هستن که قسمتی از وکلا رو همراه خودشون کنن و همسو کنن با خودشون برای اینکه بتونن به مقاصد خودشون که سرکوب قضایی معترضین هست برسن. سپاسگزارم از شما موسی برزین، حقوقدان از آنکارا با ما.